بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز همتون بخیر، صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال، شاداب، در نهایت سلامتی آماده باشید برای کلاس ادبیاتمون که قرار با هم یک سال تحصیلی پیش رو بریم جلو، درس رو بخونیم و انشالله آماده بشیم برای آزمون هایی که در طول سال داریم، برای کنکوری که در دو سال آینده خواهیم داشت و انشالله بتونیم در کنار هم سال تحصیلی خوب رو داشته باشیم. انشالله با مشارکت شما یک کلاسی باشه که بیشترین حالت رو در واقع نزدیک باشه به حالت کلاس در فضای حضوری و سعی میکنیم که از حضور همه عزیزان استفاده کنیم سر کلاس، خیلی کلاس بانشاتی با هم داشته باشیم و درس رو با هم پیش ببریم. خب امسال قرار شده که با کتاب فارسی یک در خدمتتون باشم. در سالهای گذشته شما کتاب رو دیدید، دیگه از امسال اتفاقی که میفته اینه که کتاب فارسی یک شما میره جزء در واقع سرفصل هایی که در کنکور باید باهاش سر و کار داشته باشید و اساساً شما چیزی به نام کنکور به دغدغه هاتون از امسال خیلی آرام آرام اضافه میشه، طبیعتاً نه خیلی جدی مثل سالهای 11 و 12، ولی بالاخره به دغدغه هاتون مبحث کنکور اضافه میشه. اما برای اینکه یه خورده بهتر بدونیم که قراره چه کاری رو با هم انجام بدیم، یه مقدمه ای رو عرض میکنم. یه تخته بی زحمت اگر به من بدید من سپاسگزار میشم. در مورد کنکور ما چند تا سرفصل داریم که این سرفصل ها کار اصلی ما رو تشکیل میدن. خب طبیعتا مثل همیشه اولین چیزهایی که داشتیم معنای رنگش خوب نیست، من بخور روشن‌ترش کنم، معنای ابیات و عبارات و واژه هاست. مثل همیشه این سرفصلی که سرفصل اصلی شما خواهد بود، حالا توی کنکور علاوه بر معنای واژه ها که به صورت جداگانه خودش یک نکته ای داره، این مبحث وارد حوزه قرابت معنایی هم میشه. خب این سرفصل اول و یکی از اصلی ترین سرفصل هایی که توی باکس کنکور اصطلاحاً شما باهاش سر و کار خواهید داشت. دومین سرفصل اصلی که ما باهاش سر و کار خواهیم داشت آرایه های ادبی. آرایه های ادبی مثل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. سرفصل اصلی سوم سرفصل دستوره. مباحث دستور زبان که شما خورد خورد یه مقداری تا اینجا یاد گرفتید، از اینجا به بعد یه خورده ضرب آهنگ تندتری به خودش میگیره و شما به صورت جدیتری باهاش مواجه میشید توی کتاب هاتون. این سه تا سرفصل، سرفصل های اصلی شما در کنکورن. طبیعتا شما بحث های املا و تاریخ ادبیات رو هم در کنکور دارید که خب خیلی نیاز به توضیح نداره دیگه، اینا نه چیزای آموختنی هن نه چیزای پیچیده هن. حالا سر ماجرای املای توضیحاتی خواهم داد، یه مقدار یه دیدگاهی به شما خواهم داد که چه میشه کرد که بشه تستای املا رو توی کنکور راحت تر زد، ولی حالا علال حساب خیلی چیز چالش برانگیزی نیست. چالش اصلی ما در به خدمت شما عرض کنم که سرفصل کنکور این سه تا سرفصل آرایه ها، دستور و قرابت معنایی. اما ما واسه این که بتونیم توی این سه تا سرفصل موفق باشیم چیکار میکنیم؟ خب بحث اولی که شاید شما دغدغه اصلیش رو داشته باشید بحث آرایه هاست.
خیلی هاتون حتما دارید پیش خودتون فکر میکنید که خب از سالهای پیش یه سری آرایه ها رو شما خوندید، الان یادتون نیست، بلد نیستید، حس میکنید خوب یاد نگرفتید. اصلا نگران نباشید، در طول سال تحصیلی هر آرایه جدیدی که بهش برسی وای میسیم، کامل توضیح میدیم و در طول سال روش تمرین میکنیم. یعنی امسال ما تمام آرایه های کنکوری رو با هم خواهیم خوند و تمرین خواهیم کرد. این دغدغه اول شما. پس اگر نگرانی بابت آرایه ها دارید که روشون مسلط نیستید، هیچ نگران نباشید، با هم تمام آرایه ها رو دوباره مرور میکنیم و مفصلا تا آخر سال تمرینشون میکنیم. این کار اولیه که ما سر کلاسمون انجام میدیم. مبحث دوم دستوره. مبحث دستوری متاسفانه بسیار پراکنده توی کتاب گفته شده و توی قسمت‌های در واقع تمرین‌های هر درس و قلمروهای هر درس بهش اشاره شده، واسه این که اینا منسجم بشه تمام مباحث دستوری کنکور رو من جمع کردم توی یک جزوه. تمام مباحث دستوری کنکور رو جمع کردم توی یک جزوه. اصلا ما درسمون رو با جزوه دستور آغاز میکنیم تابستان، به جای اینکه از کتاب شروع کنیم ما مباحث دستوری رو شروع میکنیم و هم میریم جلو تمرین حل میکنیم. بعد از ابتدای سال تحصیلی تازه میریم سراغ کتاب. پس دستور کل کنکور رو صفر تا صد با هم خواهیم خوند انشالله. این هم دغدغه دوم شما که نگرانی ویژه‌ای اگر بابت بخش دستور خواهید داشت هم برطرفش خواهیم کرد. پس شد مبحث دستور و آرایه ها، ایشالله تمام سرفصل کنکور در دستور و آرایه ها رو شما همین امسال خواهید خوند. ببینید شما سالهای آینده، سال 11 و به خصوص سال 12، اینقدر دغدغه های جدید واسه تون ایجاد میشه تو درس های مختلف که دیگه فرصت کار ریشه‌ای و اساسی ندارید. اجازه بدید دو تا از سرفصل های اصلی کنکور همین امسال خیالتون راحت باشه. امسال بار این دو تا رو سر کلاس همراه باشید تمامه ها، کاملا کافیه. اگر سر کلاس همراه باشید دو تا سرفصل اصلی کنکورت رو کلن بستی گذاشتی کنار، دیگه سال پیش دانشگاهی شما لازم نیست چیزی یاد بگیری، کافیه فقط تست بزن. میدونی چقدر بار کار کنکورتون ساده تر میشه اگر این کارو بکنید؟ تنها لازمش اینه که شما سر کلاس کامل همراه باشید. یعنی چی همراه باشید؟ یعنی وقتی مثلا میرسیم به بیت جدید آرایه میخواییم، میگم فکر کنید آرایه بگید، ازتون کمک میخوام شما هم آرایه بگید، لطفاً همه تون شرکت کنید توی کلاس. لطفاً اگر جایی سوالی واسه تون ایجاد میشه بپرسید، نذارید جمع شه، بذارید یک موضوعی که داریم رد میشیم کامل رد شیم. اون وقت دیگه خیالت از این دوتا سرفصل اصلی راحت خواهد بود. سرفصل بعدی که سرفصل بسیار مهمیه و باکس اصلی کنکور در حوزه در واقع ادبیاته، بحث قرابت معناییه. برای مسلط شدن روی تست های قرابت معنایی، یه مقدمه لازمه که تا این مقدمه رو با هم یاد نگیریم به این نتیجه دست پیدا نخواهیم کرد. چجوریه این مقدمه؟ ما توی تست در واقع کتابمون ابیات و عبارتهایی داریم که معانیشون احتمالاً مورد سواله. خب
یه روش سنتی اینه که کاری که خیلی از معلمای ادبیات میکنن، من معنای بیت رو میگم شما مینویسی. همچین چیزی رو ما سر کلاسمون نخواهیم داشت، چون این کار مطلقاً به درد شما نخواهد خورد. چرا؟ از قرابت معنایی تقریبا تو باکس کنکور حدود 12 تست از 25 تست کنکور رو قرابت معنایی میسازه. تست های قرابت معنایی اینجوریه: در بهترین حالت یک بیت از بیت کتاب داده میشه، میگه با کدوم یکی از این 4 تا بیت قرابت معنایی داره. در صورتی که شما معنای تمام ابیات و عبارات کتاب رو حفظ هم کرده باشی، مطلقاً به شما توی تست های قرابت کمکی نخواهد کرد. مطلقاً. چی به شما کمک میکنه؟ شما بالاخره با توی کنکور با تست با ابیات جدید مواجه میشید. چی به شما کمک میکنه؟ این که کم کم یاد بگیریم با هم که بیت جدید رو خودمون معنی کنیم. یعنی چی؟ به یه بیت جدید میرسیم، میخوایم معنای بیت رو متوجه بشیم. این بیت جدید یه واژه جدید داره، مثلا یه دونه عبارت کنایی داره که ما معناشو نمیدونیم، اب نداره، اینا رو مینویسیم، اما معنای کل بیت رو مطلقاً نمی‌نویسیم، چون قرار نیست حفظ کنیم، چون قرار بیت رو خودمون معنی کنیم، چون قرار خودمون بیت جدید رو باهاش مواجه بشیم. این کار ممکنه اولش یه ذره سخت باشه، اشکالی نداره، ولی حدود مثلا اوایل آبان ماه بهتون یه جا نشون خواهم داد ان‌شاءالله، اوائل آبان ماه بهتون نشون خواهم داد که یه جایی میرسه که دیگه اصلا نیاز ندارید بیت جدید رو معنا کنید. یعنی نیاز ندارید کسی معناش رو براتون بگه و شما بنویسید، شما بیت جدید رو خودتون معنی میکنید. و این اتفاق اون اتفاقیه که به شما کمک میکنه که تست های قرابت معنایی رو خوب بزنید. پس از حالا تا آخر سال سراغه تست قرابت نرید. تنها اتفاقی که میفته تست قرابت زدن شما، تنها اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که شما تست رو حروم میکنید. تست قرابت زدن وقتی فایده داره که شما مقدمش رو رفته باشید. من ممکنه به شما تست قرابت توی آزمون ها و اینها بدم، ها این یه بحث دیگه است. شما خودتون برای تمرین سراغ تست قرابت فقط فعلا نرید، نه تا ابد، فعلا سراغ تست قرابت نرید. خب این هم شده از نکته بعدی. پس کار ما توی این سه تا حوزه اصلی، حوزه قرابت معنایی اون شیوهیه که باهاش ابیات و عبارات رو معنی میکنیم، تو حوزه آرایه ها و دستور هم به خدمت شما جزوه‌ای داریم، تو هر دوتاش هم آرایه هم دستور جزوه داریم. با جزوه دستورمون شروع میکنیم، جزوه دستور رو انشاءالله تمام میکنیم یا تا یه جای خوبی میرسونیم، بعد تازه میریم سراغ کتاب درسی. کسی سوالی چیزی نپرسیده؟ بی زحمت یه کامنت رو بدین من ببینم مثلا اگر ممکنه امکانش هست. جزوه‌ای که براتون بارگذاری خواهد شد رو، یه جزوه‌ای در واقع ما در واقع سر کلاس با هم استفاده می‌کنیم، یه فایل پی دی افیه، اون رو حتما پرینت بگیرید که وقتی می‌خوایم با هم تمرین حل کنیم من زمان میدم و شما به خدمت شما عرض کنم که تمرین رو حل می‌کنید، بعد با هم حلش می‌کنیم. بنابراین اگر پرینت بگیرید قطعا کمکتون خواهد کرد. بله خانم هوشمند، تمام آرایه ها و دستور رو امسال میخونیم. نه ایشالله در سال 11 و 12 دست به سینه میشینید و از کلاس ادبیاتتون لذت خواهید برد. خب دفتر خانم پازوکی، ما یه سری جزوه داریم یه سری کتاب.
وقتی که توی کتاب وقتی با جزوه ها در واقع سر و کار داریم، خود جزوه فضا داره، جا داره واسه نوشتن. وقتی با کتاب سر و کار داریم، توی کتاب سر و کار داریم، چیزی که شما نیاز دارین حاشیه کتابه. بهتون خواهم گفت چجوری تو حاشیه کتاب بنویسید، با مداد چجوری بنویسید که راحت باشید. بنابراین چیزی به نام دفتر نیاز نداره. خانم علیپور، برای ادبیات چقدر وقت بگذارید؟ سر کلاس 1 ساعت و ربع در هفته، در طول هفته هم 20 دقیقه. بس. خب خانم بنی آمریان، هنوز نمیدونم، اجازه بدید ببینم چجوریه ماجرا، عرض میکنم خدمتون. خانم علیپور، فعلا هیچ کتاب تستی معرفی نمی کنم و معانی ابیاتو آقای سمیعی میگیم، با هم بررسی میکنیم، ولی این مدلی که من بگم شما کامل بنویسید نه، چون معتقدم این کار باعث میشه شما تستای قرابت جلو بیفتید. ممکنه که این کار ویترین خوشگلی داشته باشه که من به شما بگم مرتب بنویسید، شما بگید به به چقدر عالی و مرتب، همه چی سر جای خودش، ولی 2 سال دیگه ضررشو میبینید. لطفاً به حرفم گوش کنید، این کمکتون خواهد کرد. خب خانم احمدی، عجله نکنید، اصلا عجله نکنید، یواش یواش، فعلا درس خوندنی خیلی کاری نداریم. خانم یوسفی، چیزی به نام کمک درسی فعلا احتیاجی نداریم، اگر نیاز شد بهتون عرض خواهم کرد، پیجام عرض بکنم خدمتون. چشم. بله همین جوری معنی خواهید کرد. صبر کنید، عجله نکنید، بذارید به کتاب برسیم، میبینید چه مدلی منظورمه، چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست، میبینید منظورم چی خواهد بود. صبر کنید یه خورده، یه ذره صبر بفرمایید. خانم آمری، راستشو بخوای نه، راهی نیست، و فاجعه‌ای که در کنکور 2 سال گذشته اتفاق افتاده تو تاریخ ادبیات، پیارس کنکور سال قبل و کنکور امسال 1400، تو کنکور 99 یه تستی اومد، یادتونه تمرینای کتاب مثلا یه بیت داره نوشته فلان بیت از فلانی، خب این بیت از فلانی رو توی تاریخ ادبیات میپرسن که فلان بیت از کیه. خیلی سوال مسخره یا، باهاتون موافقم ها، ولی پارسال تو کنکور اومد و امسال تکرار شد، یعنی این یک روالی شده دیگه. اینکه چه جوری میشه خوند واقعا نمیدونم، یعنی انقدر این سوال بی منطقه که من نمیدونم چه جوری باید خوند، ولی حالا این هست دیگه، متاسفانه هست. خانم عبدالله فر، اصلا نگران نباشید، اصلا 0 تا 100 دستور رو با هم میریم جلو، شما سر کلاس همراه باشید، نیازی به دانسته های قبلی نداریم، خیالتون تخت. خب خانم علیپور، دایرکت اینستاگرام اگر باشه بهتره، بذارید یه راه ارتباطی بهتری هم واسهتون پیدا میکنم، احتمالا روی سامانه خودشونم راه ارتباطی با بنده وجود داره، اگر از اونجا از خود در واقع سایت تاملند هم یه قسمت ارتباط با استاد داره، اونجا هم اگر سوال بپرسید من در خدمتتون هستم، اینستاگرام هم من در خدمتتون هستم، در کلن در هر فضای مجازی آیدی من همون اسم و فامیل هم، سرچ بفرمایید پیدا میکنید. این هم از این حله، تمام، بسیار عالی، بله دست شما در نکنه، سپاسگزارم. پیج رو هم زحمت میکشند و میگذارند، البته اگر درخواست دوستی دادید و به خدمت شما اکسپت نکردم، بدونید که من صفحه بدون عکس، بدون اسم و ناشناس رو از این ایکس وای زدی که تایپ میکنیم میشه آیدیتون، من این صفحه ها رو معمولا اکسپت نمیکنم. به خدمت شما، بریم به سراغ جزوه دستورمون و درسمون رو شروع کنیم. ما تا ساعت 9:30 به کلاسمون، درسته؟ بسیار خوب. جزوه دستورمون رو آغاز میکنیم با درس اول جزوه دستورمون که واحدهای
زبانیه. همونطوری که میبینید واحدهای زبانی رو از بزرگ به کوچیک شروع کردیم به گفتن. واحدهای زبان تشکیل شده از جمله مستقلن، جمله، گروه، واژه و تکواژه. این واحدهای زبانی ما هستن. خب حالا از جمله مستقل آغاز میکنیم. تعریف جمله مستقل چیه؟ یه تخته بی زحمت من بدید. یه وقتی هست که من میام سر کلاس میگم که سلام، شما منتظر ادامه حرف من نیستید، جواب منو میدید، میگید سلام. این سلام یک جمله مستقل، چون معنای مفید داره. معنای مفید یعنی چی؟ یعنی شنونده منتظر ادامه جمله من نیست. یه وقتی هست که من میام سر کلاس میگم که امروز که داشتم میومدم و شما منتظرین من ادامه بدم. این عبارت من جمله مستقل نیست. چرا؟ چون معنای مفید نداره. یعنی چی؟ یعنی شما منتظر ادامه. من میگم امروز که داشتم میومدم، وقتی از کنار دکه روزنامه فروشی رد شدم، هنوز منتظر ادامه ای. دو تا جمله گفتم و دو تا فعل آوردم، ولی شما هنوز منتظر ادامه این. پس هنوز جمله مستقل نیست. میگم وقتی از خونه می آمدم، وقتی از خانه می آمدم، وقتی که از کنار دکه روزنامه فروشی رد شدم، دیدم هنوز منتظری. که نوشته هنوز منتظری که دیروز در بازی بسکتبال المپیک تیم آمریکا از تیم فرانسه شکست خورد. حالا دیگه شما منتظر ادامه نیستی. کل این عبارتی که من گفتم یک جمله مستقله. چه اون سلام یک جمله مستقله، چه کل این عبارتی که من گفتم یک جمله مستقله. پس جمله مستقل یعنی چی؟ یعنی معنای مفید. ربطی به ظاهر جمله داره یا نه؟ ابدا. ربطی داره چند تا فعل داره یا فعل داره یا نداره؟ ابدا. فقط تعریفمون تعریف معناییه. تعریف جمله مستقل تعریف کاملا معناییه، یعنی مطلقا ربطی به ظاهر یا ساختار جمله نداره. معادل معنایی هم گشتاره، گشتاریه. معنیمون در تعریفمون از جمله مستقل تعریف معنایی یا گشتاریه. ربطی به ظاهر نداره که چند تا فعل داریم. پس برگردیم سراغ جزوه. پس جمله مستقل کوچکترین واحد زبانه که معنای مفید داره. اینی که میگیم کوچکترین واحد زبان، نه به این معنا که این واحد واحد کوچیکیه، نه، کوچکترین واحدی که این ویژگی رو داره. در واقع دارم وقتی که داریم میگیم کوچکترین واحد زبان، دارم چی کار میکنم؟ دارم تعریفمونو حد میزنم، تعریفمونو دارم محدود میکنم، دارم دیواره های تعریفمو میبندم. کوچکترین واحدی که این ویژگی رو داره. کدوم ویژگی؟ معنای مفید.
معنای مفید یعنی چی؟ یعنی شنونده منتظر ادامه نباشه. به لحن بستگی داره؟ بله. از کجا تو متن بفهمیم؟ تو متن قبل و بعد داریم. ممکنه یه جمله‌ای توی یک عبارتی جمله مستقل باشه، توی یه عبارتی جزئی از یه جمله مستقل باشه. من میگم دیروز از مدرسه به خانه برگشتم، بعد میگم دیروز از مدرسه به خانه برگشتم که بازی مثلا واترپولوی ایتالیا و مثلا چیزو ببینم. اونجا جمله مستقل بود، تو اولیه، تو دومیه نیست. گرفتی؟ پس بستگی به جملمون داره، اصطلاحا بهش میگن کانتکستمون، اون متن اصلیمون. کاملا توی یک متن یه جمله ممکنه مستقل باشه، یه جا یه جای دیگه همون جمله مستقل نباشه. خب طبیعتا الان این جمله مستقلمون که ازش تعریف معنایی ارائه کردیم، یه تقسیم بندی ساختاری هم میشه ازش گفت. این جمله مستقل میتونه ساده باشه و میتونه مرکب باشه. ساده ها یک فعلی هن، یا مثل همون سلام جمله های استثنایی و بدون فعل هن. مرکبا دو یا چند فعلی. پس خیلی ساده، جمله ساده یعنی وقتی میگیم جمله ساده یعنی جمله مستقل ساده، یعنی جمله مستقل یک فعلی. وقتی میگیم جمله مرکب یعنی جمله مستقل مرکب، یعنی جمله مستقل چند فعلی. کامنت ها سوالی دارن؟ میشه ببینم؟ خب بسیار خوب. واحد های زبان خانم آمری، همینایی که میبینید در واقع اون چیزهایی که توی زبان ما دونه دونه بررسیشون میکنیم، در واقع همون قسمت هایی که ما دونه دونه باهاشون کار داریم، اینا میشن واحد های زبانی. مصداق هاش رو هم نگاه کنید مشخص میشه که این انواعشون چیاست و تقسیم بندی به کجا میرسه. جمله مستقل، جمله، گروه، واژه، تک واژ و واژ، این میشن واحدهای زبانمون. خب خانم علیپور، یک جمله نه، چند تا فعل داره و یک جمله مستقله. حواستون باشه جمله مستقل داریم و جمله، اینا دو تا واحد متفاوتن. اگر از شما جایی سوال بپرسن اینجا چند تا فعل وجود داره، چند تا جمله وجود داره، شما باید بری سراغ تعریف جمله. ولی اگر به شما بگن چند تا جمله مستقل وجود داره، دیگه نباید جمله ها تو بشموری، باید بری ببینی که بخونی ببینی تا کجا دیگه منتظر ادامه نیستی، اون میشه یک جمله مستقل. خب خانم عباسیان، فقط از جایی شو از شما سوال پرسیده میشه که این مفهوم باشه. اگر لحن جمله مشخص نباشه توی متن یا نشه ازش برداشت کرد که معناش چگونه است، این سوال قطعاً غلطه و از شما پرسیده نخواهد شد. خیالت راحت. خب خیر خانم احمدی، واحدهای زبان اینهان، یکی از این واحدهای زبان واژه است، همشون واژه نیستن، یکی از این واحدهای زبان واژه است. خب خانم کرمی، شبه جمله ها که ما چیزی توی دستور جدید به نام شبه جمله ندیم، جمله های استثنایی میتونن مستقل باشن میتونن غیر مستقل باشن، تو واحد بزرگتر باید بررسی بشن، معمولا مستقلن. فعل هایی که شخص دارن یا حالا اونهایی که شخص ندارن
مثل گفته شده است، همه فعل ها شخص دارن، گفته شده است هم شخص داره. جهت اطلاعاتون جمله مستقل هستن. تعریف جمله مستقلمون رو نگاه کنید، یه لحظه کامنت ها رو بردارید. کجای این تعریف شما چیزی به نام فعل میبینید؟ تو تعریف جمله مستقل چیزی به نام فعل مطلقاً اهمیتی نداره. تعریف جمله مستقل با معناست، یعنی شنونده منتظر ادامه نباشه. تقسیم بندیش با فعله، تقسیم بندیش با فعله. تعریف جمله مستقل هیچ ربطی به فعل نداره. براتون مثال زدم، سلام جمله مستقله، فعلی هم نداره. بنابر این تعریف ما مطلقا از فعل جداست. حله؟ برگردیم سراغ کامنت ها. خب خانم احمدی، مستقل نبود چون شما منتظرید که ادامه شو بشنوید. من همین جمله که گفتم، به این دلیل مستقل نبود. شما بیخیال میشین یا منتظرین من ادامه بدم؟ به این دلیل مستقل نبود که شما منتظر شنیدن ادامه هستید. الان کلش شد یه جمله مستقل. گرفتی؟ جمله مستقل وقتیه که شما منتظر شنیدن ادامه نباشید. خب آقای زیبایی، به همین دلیلی که الان به خدمت شما برای خانم احمدی گفتم، چون تو لحنم شما منتظر ادامه بودید، دیروز زودتر به خانه برگشتم. الان منتظر ادامه هستی یا نه؟ زودتر به خانه برگشتم که بازی واترپولو را ببینم. الان دیگه منتظر ادامه نیستی. این شد یه جمله مستقل. خب ایوا چی شد؟ خانم ستاری رفتیم بالاتر. آها بله، توی امتحان جمله مستقل مهمه خیلی، درسته؟ الان چوب امتحان دارین، حالا کوتاه امتحان، عجله نکنید. حتما خانم نصیرپور با ازش مثال حل خواهیم کرد. چرا نه، چرا نمیشه؟ حتما. شعرهایی که هر مصرع معنای مصرع قبل و کامل میکنه جمله مستثقل هستند. خانم یوسفی، ممکنه مستثقل باشن، ممکنه نباشن، بستگی به بیت داره. نمیشه قاعده کلی گفت. ممکنه یه جا جمله مستقل باشه، ممکنه یه جا نباشه. به مثال هاش میرسیم، عجله نکنید. آقای آقا بالازاده، خیلی واضحه. ممکنه از شما جمله مستقل بخوان، ممکنه از شما جمله بخوان. هر کدومش تعریف جداگانه ای داره. هر کدومو خواستن همونو پیدا میکنید. ما الان فعلا سراغ جمله مستقلیم. حله؟ خب سلام جمله مستقل ساده از خانم اسماعیل نژاد، به خاطر اینکه گفتم یک فعلی یا بدون فعل ها ساده حساب میشن. به خدمت شما عرض کنم که جملات چند فعلی که جمله اول مفید باشه و مستقل به حساب بیاد کامل تر بشه. آقای قاسم رشید، صبر، به مثال هاش میرسیم. صبر، جلوتر از من نرید، اجازه بدید با هم به مثال هاش میرسیم. خب آره خانم علیپور، صحبت میکنم. همه اینها کوچکترین واحدی هن که این ویژگی رو دارن. در واقع ما تو این مدل تعریف، تو این مدل تعریف ما داریم چپ و راست تعریفمون رو میبندیم، پرانتز رو تعریفمون میبندیم. کوچکترین واحدی که این ویژگی رو داره میشه جمله مستقل. کوچکترین واحدی که این ویژگی رو داره میشه جمله. کوچکترین واحدی که این ویژگی رو داره میشه گروه. میبینی؟
دونه دونه هی داریم مرزشو تنگتر میکنیم. واسه همین دقت این تعریف ها بالاست، معمولا جایی به اشکال بر نمیخوریم. این سوالی که این چند جمله است یا چند جمله مستقله، آقا یا خانم زمانی؟ بله، پاسخش کاملا متفاوته. آقای بایگان، الان اینجا دو تا جمله مستقله. بله، اینجا الان دو تا مستقله. همون یک کلمه جمله مستقله. در واقع خانم پیکانی، اینجا یه چیزی اتفاق افتاده که ما بهش میگیم حذف به قرینه لفظی. تو درس‌های جلوتر دستور انشالله با هم خواهیم خوندش. اشتباه تایپو در متوجه شدم. خانم بنی آمریان فرمودن که مثلا اگر جمله خدایا نوشته شده باشه، بله مناداهام چون جملات استثنایی هستن و عرض کردم جملات استثنایی معمولا جمله مستقل به حساب میاد. آقای احمدی، بله توی بیت هم بهش میرسیم. آقای علیپور لطفا، خانم علیپور لطفا عجله نکنید. یه نکته ای رو که من هی تاکید میکنم، جلوتر از من نرید، اجازه بدید با هم واحد ها رو دونه دونه میخونیم و بعد تمرین هاش رو حل میکنیم و بعد من به شما یه سری تمرین اضافه تر خواهم داد. اگر باز مشکل حل نشد در خدمتتونم. عجله نکنید لطفا. خب بریم سراغ واحد بعدی. واحد بعدیمون تعریفش خیلی ساده است. گفتیم تعریف جمله مستقل هیچ ربطی به ظاهر جمله نداشت. تعریف جمله یک مؤلفه اصلی داره، تمام. به همین سادگی تعریف جمله با فعل. اگر از شما تعداد جمله ها رو خواستن، فعلا رو میشموری. اگر از شما جمله های مستقل رو خواستن، کامل متن رو میخونی که ببینی منتظر ادامه هستی یا نه. هر جا که منتظر ادامه نبودی میبندی، میری بعدی. این میشه تعریف جمله مستقل و تفاوتش با تعریف جمله. پس جمله کوچکترین واحد زبانیه که این ویژگی رو داره که فعل داره. کوچکترین واحد زبان که فعل داشته باشه میشه جمله. عرض کردم ما یه سری جملات استثنایی داریم، اونا فرق میکنه حسابشون و اساسا جمله های استثنایی از سرفصل کنکور حذف شدن. خیلی اصلا نگرانش نباشید. اما تعریف گروه شما همیشه توی تعریفاتون شنیده بودید که گروه یک یا چند واژه است که از یک هسته و وابسته های تشکیل شده. ببینید، میشه آدم توی تعریف با کلمات بازی کنه ولی تهش هم هیچ چیزی به مخاطبش یاد نده. اولا که توی اون تعریف ما داریم از بزرگترین واحد حرکت میکنیم به سمت کوچکترین واحد. تو تعریف جمله همیشه شما تو کتاباتون دیدین میگن از دو قسمت نهاد و گزاره تشکیل شده. کدوم نهاد و گزاره؟ مگه نهاد و گزاره رو به من گفتی که الان میای جمله رو با نهاد و گزاره تعریف میکنی؟ بعد نهاد و گزاره چیه؟ قشنگش اینجاست. نهاد اون قسمتیه که گزاره خبری راجع بهش میده. گزاره چیه؟ اون خبری که راجع به نهاد داده میشه. این مدل تعریف کردنه. خب با این مدل تعریف کردن که داریم دور میزنیم. این چه تعریفی شد؟ چه فایده‌ای داشت؟ چجوری میشه تشخیص داد؟ وقتی شما از بالا به پایین حرکت میکنی توی تعریف واحدهای زبانی، از واحد بزرگتر میای به سمت واحد کوچیکتر، اجازه نداری تو تعریف واحد بزرگتر از واحد کوچیکترت استفاده کنی.
اجازه نداری تو تعریف دور بزنی. نهاد اون چیزیه که گزاره راجبش خبر میده، گزاره اون خبریه که راجب نهاد داده میشه. خب این که شوخیه که. گروه چیه؟ یک یا چند واژه. کدوم واژه؟ هنوز واژه رو به من نگفتی. حالا یکی یا چند تا از گروه تک عضوی داریم، گروه چند عضوی داریم، من اینا رو چجوری تشخیص بدم؟ چجوری باید تشخیص بدم؟ از کجا باید فهمم که گروه هم تک عضوی یا چند عضوی؟ یک یا چند واژه که هسته و وابسته های داره. خب کو؟ اینا رو من از کجا بفهمم؟ تعریف گروه با نقش های اصلی. نقش های اصلی چیان؟ پنج به علاوه یک. فعل، نهاد، مفعول، مسند، متمم و قید نقش های اصلی ما. اینا تو جمله میشن گروه. یه تخته بی زحمت من بده. ما راجع به نقش ها صحبت میکنیم، فقط میخوام الان تعریف واحد ها رو بگم، بعد دونه دونه راجع به نقش ها هم صحبت خواهیم کرد. دیروز از کتاب فروشی بزرگ میدان انقلاب کتاب های گران قیمتی خریدم. از الان یادت باشه تا آخر وقتی داریم از دستور صحبت میکنیم تو جمله واسه فهمیدن نقش ها اول میریم سراغ فعل. خب فعل ما خریدم، قرمزه دیده میشه یا به رنگ دیگه بنویسم؟ فعلمون خریدن. خب فعلمون خریدن، نهادش کیه؟ که در واقع همون منیه که حذف شده دیگه، درسته؟ من خریدم. از کتاب فروشی بزرگ میدان انقلاب میشه متمم. کتاب های گران قیمت چه چیزی را خریدم؟ کتاب های گران قیمت میشه مفعول. اینی که اینا را چجوری به دست بیاریم و با هم مفصل صحبت خواهیم کرد. خب دیروز میشه قید. خب این شد گروه های ما. نقش های اصلی رو تعیین کردیم، شد گروه هامون. ممکنه یک گروهمون تک عضوی باشه، ممکنه یک گروهمون چند عضوی باشه، دیگه فرقی نداره. دیگه شما نگران نیستی یکی یا چند واژه. همیشه این پیچیدگی واسه ما وجود داشته که آقا من از کجا بفهمم یک گروه تک عضویه؟ از کجا بفهمم چند عضویه؟ فقط هسته است یا وابسته داره؟ از کجا بفهمم؟ به همین راحتی نقشای اصلی رو تعیین میکنیم، گروه هامون ساخته میشن. حالا توی یک گروه هسته رو چجوری تشخیص بدیم؟ روش تشخیص هسته در یک گروه دو تا حالت وجود داره. یک،
اولین واژه‌ای که نقش نمای اضافه دارد. توضیحش میدم. نقش نما یا همون کسره اضافه دارد. یعنی چی؟ وقتی من میگم درخت بلند، اولین واژه‌ای که کسره میگیره درخته. این میشه هستم. حالا تو 15 تا وابسته بهش اضافه کن. درخت بلند سرو همسایه، اولین واژه‌ای که کسره داره کماکان درخت هستم. وابسته پیشین اضافه کن. این چند درخت بلند سرو همسایه، باز فرقی نداره، اولین واژه‌ای که کسره داره درخت. پس روش تشخیص هسته برخلاف اون چیزی که شما تا حالا شنیدید این نیست که معنای یک گروه حول محور اون تشکیل میشه. کجا میخوای بفهمی الان اینجا همسایه اصله یا درخت؟ از نظر معنایی قابل تشخیص نیست. اولین واژه‌ای که کسره یا نقشنمای اضافه میگیره میشه هسته گروه. اگر کسره یا نقشنما نداشتیم چی؟ اون وقت هستمون میشه آخرین واژه گروه. مثال این چند درخت، ما اینجا کسره نداریم، هستمون میشه آخرین واژه. اینجا کسره داریم، هستمون میشه اولین واژه‌ای که کسره گرفته. پنج کیلو سیب، ما اینجا هستمون کسره نداریم، هستمون میشه سیب. حالا من دوباره بهش وابسته میگم. پنج کیلو سیب مرغوب دماوند کماکان هستمون همون سیبه، اولین واژه‌ای که کسره گرفته خود سیبه. سیبه مرغوب دماوند. حله؟ پس برگردیم. تعریفمون از گروه شد نقش‌های اصلی. توی یک جمله نقش‌های اصلی رو تعیین می‌کنیم، گروه هامون رو پیدا میکنیم. نقش های اصلی چیا بودن؟ پنج به علاوه یک: فعل، نهاد، مفعول، مسند، متمم، به علاوه قید. این میشه نقش های اصلیمون. نقش های اصلیمون ممکنه تک عضوی باشن، ممکنه چند عضوی باشن. خب اگر تک عضوی بودن که یعنی فقط هستن، اگر چند عضوی بودن یعنی هسته و وابسته هایی هن. هسته رو تو گروه چجوری تشخیص میدیم؟ اولین واژه‌ای که کسره میگیره میشه هسته. اگر کسره نداشتیم آخرین واژه گروه. حالا همینجا کتاب فروشی بزرگ میدان انقلاب، کتاب فروشی بزرگ میدان انقلاب، اولین واژه‌ای که کسره گرفته کتاب فروشی بزرگ میدان انقلاب، تمام شد، شد هستم. دوباره تو کتاب‌های گران قیمت، اولین واژه‌ای که کسره گرفته کتاب‌های گران قیمت، کتاب‌ها شد هستم. تمام. به همین راحتی، هیچ چیز پیچیده‌ای هم نداره. بی خودی هم لازم نیست گیج بزنی که الان این گروهمون تک عضویه
یا چند عضویه؟ این گروهمون رو الان چجوری تشخیص بدیم؟ این گروهمون هستش کجاست؟ با همین راحتی. یه لحظه کامنت ها رو به من میشه بدین ببینیم که چه کردن؟ سوالی چیزی؟ خب آقای خامسی، جملات استثنایی رو ولش کنید، حالا ببین چقدر میپرسید. خب میتونه جمله مستقل باشه خانم عامری، تو متن باید بررسی باشه. خب صفت ها وابسته های یک گروه هن. کتاب فروشی بزرگ، بزرگ صفته، این کتاب فروشی که این صفته، عضو یک گروه هن، خودشون نقش دیگری دارن، وابسته یک گروه هن. بعد از حرف اضافه متمم قرار میگیره خانم هوشمند. بله مهم نیست آیا خانم زمانی، اهمیتی نداره. حرف اضافه رو میتونید تو گروه بیارید، میتونید نیارید، هیچ فرقی نداره، اهمیتی نداره. به همسایه هم پسوند اضافه کنیم، دو تا هشته خواهیم داشت. هسته دو تا نمیشه دیگه. مثالمون چی بود؟ آن برگردیم سراغ مثالمون، یه لحظه فقط اینو نگاه کن آقای یا خانم سرباز وطن، آقای سرباز وطن، به خدمت شما عرض کنم که این چند درخت بلند سرو همسایه ما، خب کماکان اولین واژه‌ای که کسره گرفته کدومه؟ درخت. تفاوتی ایجاد شد؟ خیر، همان است که بود، اولین واژه‌ای که کسره میگیره. اما اگر توی یه گروه بود همسایه پر سر و صدای ما، الان اولین واژه‌ای که کسره گرفته کدومه؟ همسایه. الان همسایه هستم، تعریفمون همونه ها، هیچ فرقی نکرد، ما هیچ چیزی اضافه یا کم نکردیم، همونی که گفتیم. اولین واژه‌ای که کسره میگیره، اگر کسره نداشتیم آخرین واژه گروه. برگردیم سراغ کامنت ها. خب خیلی برگشتیم سراغ کامنت ها. به خدمت شما خانم رضایت، من متن پینگلیش تایپ شده رو اصلا نمیخونم که بخوام جواب بدم، شرمندم. خانم علیپور فرمودن که چجوری یک کلمه میتونه گروه باشه؟ ما تعریفمون از گروه این نبود که یه دونه یا چند تا، ما تعریفمون از گروه نقش بود، یک نقش اصلی رو میتونه یک واژه داشته باشه، بنابراین ما گروه تک عضوی داریم، گروه تک عضوی داریم. شما توی مجموعه ها مجموعه ای دارید که مجموعتون تک عضویه. خب مثلا مجموعه اعداد صحیحی که از صفر بزرگترن، از دو کوچکترن، این یک عضو داره، فقط هم میشه یک، این مجموعه تک عضویه. گرفتین؟ مجموعه ها میتونن یک عضو داشته باشن، میتونن چند عضو داشته باشن. خب آقای انصاری چرا میچرخی و برای چی داری این کارو میکنی؟ برو سر کلاس خودت، به خود کلاس نداری. خب خانم هوشمند پرسیدن که بعد از حرف اضافه متمم هست، پس از رو هم میشه جزء مجموعه گذاشت؟ مهم نیست، عرض کردم بالاترم گفتم، حرف اضافه رو میشه جزء گروه حساب کرد، میشه جزء گروه حساب نکرد، اصلا اهمیتی نداره. خب خانم حنیفه پور تو مثال میدان هسته نیست، میدان نداشتیم، میدان داشتیم؟ نه من نمیدونم.
ها کتاب فروشی میدان انقلاب. برگردیم. کتاب فروشی بزرگ میدان انقلاب. همه اینا کسره دارن. اولین واژه‌ای که کسره داره کدومه؟ کتاب فروشی. بنابراین هستمون اینه. اولین واژه‌ای که کسره میگیره. برگردیم سراغ کامنت ها. یه در واقع همون کسره از خانم علیپور، بعدن توضیح میدن که این یه چیه. خانم رضایت دانلود خواهید کرد ایشالله. خانم اسقری فرمودن در یک گروه ممکن هست چند هسته باشه. خیر، یه نکته ای داریم که بعدن جلوتر توضیح خواهم داد و بحث وابسته های وابسته از درس های آخره دستورمونه، عجله نکنید. فعل خودش یه گروهه، ما گروه اسمی داریم، گروه فعلی داریم. اون فعل خودش یه گروه حساب میشه. یه گروه تک عضوی اینها دیروز همین الان اینجاست. یه گروهی که فقط یک عضو داره. چرا یک گروهه؟ چون نقش اصلی داره. چرا یک عضو داره؟ چون وابسته نداره. حله؟ بسیار خوب و تمام. بریم به سراغ جزوه‌مون. تعریفی که از واژه ارائه می‌کنیم، کوچکترین واحد زبانه که معنای مستقل داره و نقش پذیره. حالا یعنی چی؟ نقشنماها رو هنوز توضیح ندادم خانم دیبا، هنوز توضیح ندادم، عجله نکنید. عرض میکنم، خب به خدمت شما عرض کنم که واژه دو تا ویژگی باید داشته باشی. یک واژه، یک استقلال معنایی، دو نقش پذیری. استقلال معنایی یعنی چی؟ یه تخته بی زحمت، معذرت میخوام. استقلال معنایی یعنی شما وقتی این رو به تنهایی ببینید، واژه اسب رو به تنهایی ببینید، بفهمید یعنی چی. این یعنی استقلال معنایی. خب استقلال معنایی یعنی این، شما معنا رو متوجه بشید. وقتی به تنهایی ببینید معناش رو متوجه بشید. ما به این میگیم استقلال معنایی. حالا یه ذره سخت ترش کنم، یه پله بریم جلو. استقلال معنایی یعنی که به تنهایی وقتی ببینیمش معناش رو بفهمیم دیگه، درسته؟ این هم استقلال معنایی داره. استقلال معنایی یعنی این که ببینیم بفهمیم چیه، معناشو بفهم. بله، از یعنی چی منم نمیتونم واسهش معادلی بگم. به یعنی چی نمیدونم، معادلی نداره. که یعنی چی خانم دیبا، اینا نقش نمان. و یعنی چی، اینا معادلی واسه شون نداریم. نقشنماهای ما حروف اضافه، حروف ربط که بعداً اینا رو مفصل خواهیم دید، نقشنمای مفعولی، را، اینا نقشنماهای ما بازم هستن، کسره اضافه، اینا همشون نقشنما. نقشنماها واژه حساب میشن. چرا؟ چون استقلال معنایی دارن. به این معنا به تنهایی ببینیم میفهمیم یعنی چی. معادلی ندارن، ولی واژه های دیگری هم هستن
که معادلی ندارن. است یعنی چی؟ هممون میفهمیمش یعنی چی؟ هوا گرم است. حالا است یعنی چی؟ معنا معادلی نداره. اینی که معادل نداره به این معنا نیست که استقلال معنایی نداره. خب؟ پس نقشنماها واژه حساب میشن چون استقلال معنایی دارن. خب؟ یک مثال عجیب غریب داره و اون هم نقشنمای اضافه است. درخت بلند، همونی که گفتیم باهاش هسته رو تعیین میکنیم، این هم نقشنماست. بهش میگن نقشنمای اضافه یا کسره اضافه. فعلا بپذیرید که کسره اضافه هم یک واژه حساب میشه. توضیحش یه ذره مفصله، بعدن اگر وقت شد یه بار خواهم گفت. علل حساب بپذیرید که نقشنماها واژه حساب میشن. چرا؟ چون معنای مستقل دارن. یعنی چی؟ یعنی همینجوری به تنهایی ببینیم میفهمیم از یعنی چی، ولو اینکه نتونیم واسش معادل بگیم. و دومین ویژگی هم دارن، اینا هر کدوم تو جمله نقش میگیرن، هر کدوم توی جمله نقش میگیرن. برگردیم سراغ مثالمون. گفتیم واژه ها تو گروه دو تا ویژگی دارن، یکی استقلال معنایی دارن، یکی نقش میگیرن. با یه رنگ دیگه مشخص میکنم. استقلال معنایی داره، نقش داره. استقلال معنایی داره، نقش داره. نقشش چیه؟ همون نقش نماست. استقلال معنایی داره، نقش داره. نقشش چیه؟ هسته گروه متممیه. هسته نقش کل گروه رو میگیره، یعنی متممه. نقش نمای کسره رو گفتیم یک گروه یک واژه حساب میکنیم. بزرگ صفته، نقش داره، استقلال معنایی هم داره، یک واژه است. این کسره دوباره نقش نماها رو واژه حساب میکنیم. میدان استقلال معنایی داره، نقش داره، مضاف الیه. کسره نقش داره، واژه است. انقلاب استقلال معنایی داره، نقش هم داره، نقشش هم مضاف الیه. اینجا کسره نداریم، اشتباه زده بودم کسره. خب دوباره کتاب ها استقلال معنایی داره، نقش داره. این کسره همین نقش نما است. این یه همین کسره است دیگه. کتاب هایه همون کتاب هایه حساب میشه. گران قیمتی استقلال معنایی داره، نقش داره، صفته. چرا نمیگیم گران یک واژه است، قیمت یک واژه؟ چون اینا با هم یک نقش میگیرن. گروه فعلی هم یک واژه حساب میشه. این شد تعریف واژه. خب پس واژه هامون دیروز از کتاب فروشی، ا بزرگ، ا میدان، ا انقلاب، کتاب ها، ا گران قیمتی، خریدم. حالا اگر بود کتاب‌های گران قیمتی را خریدم، اینم میشد یه واژه. حالا خب کامنت ها رو ببینیم، سوالا رو جواب بدیم. بله بله بله، چشم. چرا؟ نه مشکلی نداره. خب کتاب ها هست است خانم هوشمند، کتاب ها هست است. اون کسره خودش یک
واژه حساب میشه دیگه. آقای یا خانم امیری، فعل خودش یک گروهه، گروه فعلی کلش هم یک واژه حساب میشه. به خدمت شما عرض کنم که اینا رو جواب داده بودم. یعنی کسره آقای خانم زمانی سلام، یک جمله مستقله، یک جمله هم هست، چون جملات مستقل استثنایی یک جمله هم حساب میشن. علاوه بر این کلش یک گروهه، علاوه بر این کلش یک واژه است. حله؟ خب خریدم فعلمونه دیگه، مگه نقشی مهمتر از فعلم داریم آقا میلاد؟ صفت‌های اشاره و اینا هم نقش خودشون نقش دارن آقای قاسم رشید. صفت‌های اشاره خودشون نقشن، نقش نما نیستن، وابسته پیشینن، جلوتر خواهیم دید خودشون نقشن. سلام ها که گفتم هیچی، گران قیمتی رو الان توضیح میدم خانم قیاسی، الان عرض میکنم. بله خانم اسماعیل نژاد، این کسره خودش یک معنای در واقع یک جزء مستقله دیگه. واژه همون کلمه است خانم یوسفی، فقط ما داریم تعریف دقیق واسش میگیم دیگه. الان عرض میکنم بله واژه و کلمه یکی هست، ولی چون در واقع دقیق ترش واژه است، کلمه واژه فارسی نیست دیگه و فرانسه است، خب واژه رو استفاده میکنیم که معادل فارسی شه. سلام خودش یک گروه، در واقع یک جمله استثنایی خانم عسکری. برای بار دهم جملات استثنایی رو ول کنید. ببین حالا چند بار گیر میدینا. خب بریم سراغ جملمون تا من این گران قیمت رو توضیح بدم. واژه های ما یه سری واژه مرکب داریم که جلوتر صحبت خواهیم کرد، مثل کتابخانه. یکی از راه های تشخیصش اینه، کتابخانه بزرگی دارم. خب این به خدمت شما عرض کنم که چه چیزی را دارم؟ کتابخانه بزرگ، گروه مفعولی ماست، درسته؟ خب هستمون چیه؟ اولین واژه‌ای که کسره میگیره، بزرگ هم صفت ماست. در واقع این یک واژه است چون کلش یک نقش داره. تو این ترکیب کتاب نقشی نداره، خانه نقش جداگانه نداره، تو ترکیب گران قیمت قیمت نقشی نداره، گران قیمت کلش صفت برای کتاب. گفتیم واژه باید دو تا ویژگی داشته باشه، استقلال معنایی، نقش پذیری دستوری. گران قیمت کلش صفته، کلش یک واژه است، بنابراین دو تا واژه جداگانه حسابش نمی کنیم، یک واژه مرکبه. بعدها اینو قشنگ توضیح خواهیم داد. خب بریم به سراغ جزوه‌مون دوباره. چند دقیقه وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت داریم. خب حالا تو تعریف واژه گفتیم کوچکترین واحد زبان که این دوتا ویژگی رو داره، معنای مستقل، نقش پذیری. خب واحد بعدیمون تک واژه. تک واژه کوچکترین واحد زبانه که معنا داره دیگه. اینجا نگفته معنای مفید یا معنای مستقل یا هر چیزی شبیه به این. کلن کوچکترین واحد زبان که معنا داره. بریم سراغ تخته. یعنی چی؟
مثال فعل رفتم. خب فعل رفتم چندم شخص؟ اول شخص مفرد. از کجا فهمیدم؟ از این امه. پس این معنا داره، پس تک باش. رفت هم که معنا داره، پس این عبارت دو تا تک باش. واژه بعدی اسب، چند تا تک واژه؟ یه دونه. چرا؟ چون به واحد معنادار کوچیکتری نمیشه تقسیمش کرد. حالا از قضا این واحد معنادار معنای مستقل هم داره، بنابراین تک واژه، یک تک واژه، و این یک تک واژه خودش یک واژه هم هست. قبول. اینجا رفتم چند تا تک واژه بود؟ دو تا. کلش چند تا واژه بود؟ یه دو. پس تنها چیزی که توی شمارش تک واژه واسه ما مهمه اینه که این دو قسمت، یعنی قسمت‌های معنادار رو تا میتونیم جدا کنیم. حالا یه خورده مثال سخت ترش کنم. همه تون لطفا فکر کنید چند تا تک واژه داره؟ رفته این قسمت های معنادار چند تا تک واژه داره؟ یک. همون رفتمونه که بن فعلمونه، همون ایمه که این شناسمونه. میفهمیم اول شخص جمعه. این هم معنا داره. فرق رفتم و رفته هم همین هست. تفاوت معنایی ایجاد میکنه. در واقع این هست که باعث میشه ما تشخیص بدیم زمان فعلمون چیه. پس این عبارت سه تا تک واژه داره. درسته؟ تا اینجا هم ردیف؟ چی؟ بسیار عالی. حالا فعل رفت چند تا تک واژه داره؟ رفت چندم شخصه؟ سوم شخص مفرد. درسته؟ از کجا فهمیدیم؟ از اینجایی که شناسه نداره. وقتی همه فعلای شما شناسه دارن، فقط یکیشونه که شناسه نداره، این شناسه نداشتنه یک نشانه معنا داره. وقتی من میرم توی یک کلاسی میبینم همه بچه ها کلا گذاشتن سرشون، فقط یه نفره که کلا نذاشته سرش، همون یه نفر واسه من جلب توجه میکنه، چون اون کلا نداشتنه یک نشانه معنا داره. چون نشانه معنا داره یک تک واژه، بهش میگیم تک واژه صفر. توضیحش چیه؟ بماند ایشالله هفته آینده. خسته نباشید، هیچ نگران نباشید. دوباره هفته آینده از تکواژ شروع میکنیم، میریم جلو، به تمرین ها میرسیم، با جذابیت تمرین ها رو میبریم جلو و خواهید دید دستور از اونی که فکر میکنید یکم جذابتر میتونه باشه.
و میتونه لذت بخش باشه، یه چالش فکری باشه، یه چیزی باشه که بشه آدم رو یه ذره به فکر واداره. هفته بعد ایشالا میبینمتون سر کلاس، حتما حاضر باشید. تو هفته بعدم هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدید، خسته نباشید. یا علی مدد. تاملند، مدرسه‌ای برای همه.